بله. خیلی با احتیاط این آرش پرستاده آرش ما توی یک بسته کارتونگونه گذاشتن 500 کرون دانمارکی رو و یار گرامی دیگه. ما این نامه ها رو بگذاریم چون همه نامه ها رو ما بایگانی میکنیم. کسی چه میدونه، شاید یک روز این نامه ها زشت و زیباش یک کتاب شد، خیلی قشنگ میشه. دیدگاه های یک مردمه، صدای یک مردمه، هزاران نامه، ببینید چی میشه. به هر روی میریم سراغ تازینامه، ببینیم دیروز در کجا بودیم، چون این بخش بخش تازینامه است. در بخشنامه سیاسی مادگاب بودیم. تا اینجا بله. و حرف ما این بود که آقا ایشون هیچی توش نیست، نشسته این اینو گفته، اون اونو گفته، تو هم اینو بگو. گاهی اوقات این خدا الله یادش میره، سوم شخص میشه، اونگونه که این یار گرامی اشاره کرده بودن. یعنی الله که نباید سوم شخص بشه، خودش شخص اوله. آیه یعنی این که از طرف آفریننده باید بیاد، از طرف خدا بیاد. ببینید اینجا داره یک چیزی رو تعریف میکنه که همون مسئله که این دوست گرامی اشاره کردن بهش هست. اذ قال له ربه اسلم، یعنی هنگامی که به او گفت خدای او که تسلیم شد. اینجا رو خدا دیگه نمیگه، یعنی آیه نیست، اما به حساب آیه گذاشته شده. یه شخص دیگه ای داره میگه یاد بیار اون موقعی که خدا به ابراهیم گفت تسلیم شد. اذ قال رب بهو، از قال له ربه اسلم، خاطر نشان شو، هنگامی رو که خدای او به او گفت تسلیم شو. پس این حرفو خدا نمیزنه ها، یه نفر دیگه داره این حرفو میزنه. یعنی یه نفر دیگه نشسته به محمد میگه اینو بگو، در حالی که آیه اگر باشه باید بگه از قلت لک، هنگامی که گفتم بهت. یه از قال الله ربه، یه نفر دیگه میگه یاد این موقعی که خدای او به او گفت. پس اینجا این خدا نیست. قال اسلمت لرب العالمین، بعد گفت بله من هم تسلیم شدم به این خدای جهانیان. و وصا بها ابراهیم بنیه، و خداوند و ابراهیم وصیت کرد، توصیه کرد به اولادش طبق خواسته اون شخصی که داره از سوم شخص، که اون سوم شخص الله صحبت میکنه. و یعقوب یا بنیه ان الله اصطفى لكم الدین، حالا یا ابراهیم داره میگه دیگه، باز اینجا حرف خدا نیست، آیه اونیست که خدای آمده میگه آقا شما لباس سبز اگر بپوشید، لباس زرد اگر بپوشید، مثلا مریض نمیشید، بعد مردم بپوشن ببینن که درسته. آیه اونه که بیاد بگه آقا اگر شما گندم رو اینجوری بکارید، به جای اینکه از هر تخمی که به زمین میپاشید 12 تخم آیدتون بشه، 48 تخم به دستتون میاد، مردم هم این کار بکنن، این گونه بشه. ولی ابراهیم گفت من حالا خب ایمان به خدا آوردم، چی رو اصلا به چه درد ملت ها میخوره؟ به هر روی اینو در پاسخ اون یار گرامی که دستور زبان رو رعایت نکرده در این کتاب، بله بسیار خطا داره و از دچار فراموشکاری میشه و به اندازه همون فرهنگ اون هنگام بوده. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، این امتیست که پیشینیان رو میگه،
اون چیزی که دست های اونا برای کسب کرد براشون ول کردیم، رها کردیم بهشون، اون چیزی که دستاوردشون بود بهشون دادیم. ولکم ما کسبتون، برای شما هم دستاورد شما رو. ولا تسالون، تسالون عما کانوا یعملون، و نپرسید از اون کاری که اون پیشینیان انجام میدادن. خب چرا باید انسان از کار پیشینیان نپرسه؟ پیشینیان همه تجربه‌ان و همه جهان، همه آفریننده میدونن. یعنی اگه ما از کار ادیسون نمیپرسیدیم که آقا چگونه این برق رو اختراع کرد، الان نمیومدیم دست به اختراعات جدیدتر بزنیم. ولی ایشون میگه ولا تسالون عما کانوا یعملون، آقا جون از اون گذشته که چیکار میکردن نپرسید. لا تسالون، نپرسید. اما از اون چیزهایی که کانوا یعملون، انجام میدادن پیشینیان. و قالوا کونوا هودا و نصارا تهتدوا، و قالوا کونوا هودا و نصارا تهتدوا، و گفتن اگر یهودی یا نصارا باشید هدایت میابید. خب این حرفیست که یه دسته این آیه است مثلا، نه خودمون اینا رو ما با حساب چیزهایی که بعد ادعا میکنه هیچکی مثلش نمیگه. مثل این که شما بیا بگی آقا اگر مثلا بت پرست نباشی، بت پرست باشی هدایت میشی، آقا اگه مسلمون باشی هدایت میشی، اگه یهودی باشی هدایت میشی. هیچکی میگه مثل حرفای من رو. اولا این تازینامه میگه هیچ کس مثل حرفای اون این نمیتونه بزنه، اگه میتونه بزنه بیاره بده، مسخره. و بعد میاد یک سری حرفای بیهوده ای رو میزنه که هر بچه کوچولی شاید بهتر از اونم میزنه. و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا، گفتن که اگر یهودی یا نصارا باشید یا مسیحی باشید هدایت میشید. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، بگو که ما ملت ابراهیم حنیف هستیم. یعنی ببینین، خب اونا هم ابراهیم و پیغمبر میدونستن، اینا اومدن میگن ببین پیغمبر اگر میگی موسی بوده عیسی بوده، بیا به راه موسی و عیسی ول کن ما رو. این اون دوتا رو نمیگه، میره سراغ یه نفر اون آخر، اون پشت مجرا قایم شده، ابراهیم. ببین آدم زرنگی بوده، نگاه کنید شما، درست فوری جواب میده که قل بل، بهشون بگو ملت ابراهیم حنیفن و ما کان من المشرکین، جزء تیم ابراهیم حنیفیم ما، اونم خدا پرست بود، اونم مشرک نبود. چه ربطی داره؟ ابراهیم تازه از پیامبران مرسل نبوده، یعنی کتاب نداشته. و هیچ اثر تاریخی، بگذاریم از اینکه این خانه مثلا کنونی کعبه رو که بازمانده به گفته خود ابن خلدون اسنادی هست که به اصطلاح یکی از پایگاه‌های سپاهیان ایران که با از کویرها به سوی به اصطلاح اردن و به سوی همین عربستان سعودی در رویارویی‌های با سپاهیان روم داشتن، این یک به اصطلاح آتشکده‌ای بوده و مکان نیایش ایرانیان باستان بوده، که حتی در دوره عبدالمطلب و محمد هم پولهای طلایین، دینارهای طلای ایرانی اونجا یافت می شده و اینا دست بهش نمی زدن. از همون کمک هایی که برای به اصطلاح موبدها یا سربازان ایرانی فرسته می شده در اونجا مونده بوده، حالا طبق هر شرایطی هست. و شما می بینید که خود ابراهیم هیچ سندی برای این که وجود داشته به جز اینی که اگه شما قبولش نکنی کافر میشی نداره، بگن آقا این اثر یه دیوار خرابه ایست از ابراهیم، فقط جایی رو که مال اون نیست اومدن بهش نسبت دادن که بخوان شکلی بدن به این اعتقادات و باورها. و اینم با زرنگی میگه که قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا، گفتن اگر باش بشوید یهود و یا نصارا هدایت میشوید. قول بگو بل، نه بلکه ملت ابراهیم حنیفان، قوم ابراهیم هم یکتا پرست بودن، و ما کانم من المشرکین، یعنی ما از اوناییم.
در حالی که خودش بارها موسی و عیسی رو پذیرفته، یه دفعه اینجا که اونا میان بهش میگن آقا کوتا بیا، ما یه پیغمبر داشتیم اسمش موسی بوده، ما یهودیم، یه پیغمبرم داشتیم اسمش عیسی بوده، ما مسیحیم، تو بیا دین ما رو قبول کن. چیزی نداره، نمیتونه اونا رو انکار کنه. میگه بله، ابراهیم هم بود، اونم بود پرست نبود، من اونو قبول دارم. بله، قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. اونا جواب دادن، حالا میگویند قولوا، دست جمعی، آمنا بالله و ما انزل الینا، ما به الله و اون چیزی که به ما نازل شده ایمان آوردیم، و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، که به این آدمای دیگه هم نازل شده، به اونم ایمان آوردیم. حالا یهودی‌ها و مسیحی‌ها دارن میگن و ما اوتی موسی و عیسی، و ایمان آوردیم باز به اون چیزی که به عیسی و موسی نازل شده، و ما اوتی النبیون من ربهم، به هر چیزی رو که پیغمبرها از طرف خداشون آوردن، لا نفرق بین احد منها، اینو یهودی ها و نصارا میگن، ما هیچ تفرقی فرقی هم میان هیچ کدوم اینها نمیگذاریم، یعقوب عیسی اثبات هر کی هستش، ما یک جور نگاش میکنیم، و نحن له مسلمون، ما به او به اونها تسلیم میشیم. حالا هدفشون در رفتن از زیر جبر محمدیه، این چسبیده مثل کنه ول نمیکنه. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، اگر ایمان آوردن به اون چیزی که شما ایمان آوردید، در این صورت هدایت خواهند شد. و اونا گفتن بابا این خدا اینو 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 داشته و در گذشته پیغمبرهایی داشته، ما به اون ایمان آوردیم، ولمون کن، تو هم بیا با ما باش. این میگه فَإِنْ، پس اگر، آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر ایمان آوردن به اون چیزی که شما ایمان آوردین، به فقط اهتدوا، و ان تولوا، و اگر روگردان شدن، فانما هم فی شقاق، اونها در تشقق و شکاف هستند، اونها دارن شکاف ایجاد میکنن. بهشون بگو پس یکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، تنها کافی کفایت میکنه الله، یعنی تعدید میکنه، و اوست که شنوای آگاهه. تمام اینا رو که من خوندم برای شما، من از همیهنانم میخوام فکر بکنن آقا این چیه؟ برای چی باید شما اینو بخونی؟ حسن ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یونس و نامچی و فلان و اثبات، و اون یهودی اومد به من اینو گفت، نصارای اینو گفت، من بهش اونو میگم، من به تو به اون میگم، خدای من اینجوریه، من او میگه نه آقا بیا با ما باش. اینا قانون زندگیه، همه در اثبات اینه که اگر مسلمون نشی میکشمت در آخر سر. همه. بعد میگه سبقت الله، سبقه سبقه یعنی رنگ، این رنگ اللهه، رنگ اللهه، و من احسنو من الله سبغتن، چه کسی بهتر از الله میتونه رنگ بزنه؟ خیلی جالبه، این الله اهل رنگ و کلک و غم هست دیگه. ببینید این بند تقریبا 139 باید باشه، بله، از تازینامه، سبغت الله و من احسن من الله سبغتن، این رنگ الله، رنگم که میدونید نوعی از کلک، حیله و نیرنگه، این رنگ کار دست الله، و چه کسی من احسن، چه کسی بهتر من الله سبقتن، از رنگ خدا میتونه رنگ بزنه، و نحن له عابدون، ما عبادت کنندشیم. حالا ما باید یه خدای رنگ باز کلک باز رو، یه الله رنگ باز کلک باز رو با داشتن
زرتشت گرامی، با داشتن گاته های دلنشین ما باید بیایم سراغ اللهی که قلم گرفته دستش مردم رنگ میکنه. ببینید سبقه یعنی رنگ، قربون، ساد به غین ته گرد، سبقه الله یعنی رنگ الله. در اینجا خوب شما خودمونم در فارسی میگیم بابا ما رو بیشتر از این رنگ نکن، یعنی کلک نزن. و من احسن من الله سبغتن، چه کسی بهتر از این الله رنگ میزنه؟ هیچکی. و نحن له عابدون. بعد میگه قل اتهاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. این دوره ضعف، البته این حرفا رو هر وقت بهش در برابر منطق قوی تر قرار می گرفت و دشمن ها قوی تر بودن، به قول معروف تقیه می کرد، یعنی حرفی می زد که اهل عملش نبود و در عمل با حرف های دیگه این رو خونسا می کرد. قل اتو هاجوننا، یعنی آیا مورد یورش قرار می دید ما رو و ما مجادله می کنید؟ فلاه و هو و ربنا و ربکم، در حالی که او رب ما هست، رب شما هم هست. و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، و ما کار خودمونو میکنیم، دستاورد ما مال ما، شما هم اعمالتون اعمال خودتون باشه، یعنی کاری به هم نداریم. در حالی که بعد میبینین چقدر تهدید میکنه و کاری به هم نداریم، میگه بابا این حرفا چیه؟ کسی با یهود و نصارا رفیق بکن رفاقت کنه اصلا توی قیامت بهش جزای فلان میدیم، همه اینا رو میگه و مخالف رو حل بل میکنیم. در حالی که اینجا میگه لنا، یعنی برای ما، اعمالنا، عملهای ما، مال ما، ما مسئولشیم، ولکم اعمالکم، اعمال شما هم شما مسئول اعمال خودتون هستید. و نحن له مخلصون، ما اخلاص داریم به این الله. تمام این حرفا باور کنین نه برای فاتی تومون میشه که برای سکینه هم روسری نمیشه. ببینید آخه این چرندیات به چه درد ملت ها میخوره. یکی اومده میگه که آقا اون در اون زمان اینو گفته، اون اونو گفته، یه سری حرفایی که اصلا در این فرهنگ، در فرهنگ آدمی هیچ جایی نداره. حتی اگه قرار باشه شما با اینها بشینید گفتگوی تمدن ها رو که اون یارو از یکی دیگه گرفته بود، به قول خودش پاش وایستده بود، بیاید و این گفتگوی تمدن ها رو به حساب گفتگو با این تمدن بکنید، نمیدونید با کدوم تمدن باید صحبت کنید. با تمدن اسحاق، با تمدن یعقوب، با تمدن ایوب، با تمدن اثبات، با تمدن کدوم یکی از اینها؟ و تازه خودش هیچ کدوم از اون تمدن ها رو در جاش قبول نمیکنه. تمدن موسی قبولش نداره، تمدن عیسی قبولش نداره، اون چیزی که باز مانده از اینا قبول نداره. و در جایی هم با صراحت میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا یهود و النصارى اولیاء بعض و اولیاء بعض. و بعد میگه و کسی که این کار رو بکنه، فمن یعمل ذلک منکم فانه منهم، کسی که این کار بکنه یهودی و نصارا میشه. حتی حق دوستی و برقراری رابطه با دیگر ادیان رو گرفته. خب شما ببینید بعد میگه سیقول السفهاء من الناس، آدم های خلوچلی از میان مردم خواهند گفت ما واللهم ان قبلهم قبلهم التي كانوا عليها، چه کسی ولایت اینها رو پیش از اینها به عهده داشت؟ قل لله المشرق والمغرب، بگو شرق و غرب آفرینش به الله است. هیچ وقت جنوب و شمالش هم نگفته، یادش رفته. شرق و غرب از دیدگاهشون زمین شرق و غرب داشته، یعنی یه خط پهنا نیست. بله میگه قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط المستقیم، هدایت میکند هر کسی رو که خودش دلش بخواد به راه راست. یعنی اونی هم که هدایت نشده، اولین خیانت این الله اینه که فقط هر کی رو خودش دلش میخواد هدایت میکنه.
اگر من دلم بخواد، تو دلت بخواد هدایت به گفته او بشی، الله خودش نخواد هدایتت نمی کنه. میگه خودش، من یشا، هر کس که خودش بخواد. بله، مثل این که فکسی هست. بله، بعد به حالا الله شد اینجا. کذالک جعلناکم، تا الان یه کسای دیگه حرف می زدن و شما باید این حرفا رو که اصلا ربطی به آیه نداره، اصلا همش بیهوده است، ولی یه تعدادی اصلا از یادش میره که یه کس دیگه ای داره میگه، این سوم شخص. بله، این هم یک فکس از همون دختر خوب ما که گفته بود پدر غیر ایرانی و مادرشون ایرانیه. نوشتم با درود، مرد مبارزه همیشه در صحنه آقای فرود فولادوند. من امروز به سایت شما رجوع کردم و آیین ریشه ای رو خواندم و بخش دومش خیلی جالب است، چون به مقام زن خیلی احترام میگذارد و زن را موجود شایسته و آینده ساز است. آقای فرود اگر میشه کمی از آقای علیرضا نوری‌زاده صحبت کنید، چرا که من دیدم که ایشان برای خمینی عقب مانده نامه نوشته و به آن بیمار از رژیم شاهنشاه شکایت کرده. حالا که بعد از این رژیم میگوید و اخیراً اگر شما مبارزه را شروع کنید و از خواندن قرآن و کتاب‌های تاریخی را به زمان آینده در ایران آزاد و آباد بیاندازید، با تشکر از شما، فایزه. خب، اون چیزی رو که ما داریم میگیم الان، اصل مبارزه اینه که این جاهای مردم ما آزاد بشه. اگر این آزاد نشه، چسبیده به همون رژیم خمینی باقی میمونن و در نتیجه ما مبارزه رو درست شروع کردیم. اما اون شخص بگذاریدش در همون جایی که هست. حالا ما چون فکس هایی که میاد کامل میخونیم، دوست نداریم که اسم این گونه آدم ها رو ببریم، ولی خب بله، این همون تکرار شده که به امید پیروزی و سرنگونی رژیم آخوندی دست نشانده آمریکا و انگلیس. زنده باشی دخترم فائزه، همون فکس رو تکرار کرده ایشون. روی هم رفته، میگه و کذالک جعلناکم امتا وسطا. چون مسیحی ها اومدن گفتن آقا ما درست میگیم، یهودی هم گفتن ما درست میگیم، این گفت من وسط شما متوسطم، نه تو درست میگی نه تو، من این وسط نشستم. جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهداء علی الناس، که شاهد باشید به کار مردم، و یکون الرسول علیکم شهیدا، و این رسول هم شاهد کردار شما باشه. خب حالا این آیه رو ما امروز چه کارش کنیم که رسول 1400 سال پیش مرده؟ تکلیف چی میشه؟ دیگه شاهد نیستش، تموم شد رفت پیکارش. پس اتوماتیک این حرف رو باید انداختش دور. بله، چون شاهد باید زنده باشه، شاهد مرده که نمیتونه شاهد باشه آدم مرده. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، که شما شاهد بر دیگران باشید، و یکون رسول علیکم شهیدن، و رسول هم که منظورش هم محمد تازی هستش، شاهد باشه بر شما. خب حالا مرد محمد، پس دیگه این بخش اینو باید خط زد روش، کتابی که بشه بخشایشو که بسیارش 99% باید خط بخوره روش، به چه دردی میخوره؟
بله، ما کشتزار رو که دیروز خوندیم انوشیروان گرامی، ولی خب باز دوباره فرستادین چشم. بله، و یکون رسول علیکم شهیدا. آقایون، حالا دیگه رسول نیست که شهید باشه. شهید به معنی کشته نیست، یعنی شاهد بودن، یعنی بیننده باشه. دوباره بعد یه دفعه دعوا کشته میشه سر قبله. اونا میگن آقا قبله اورشلیم، و این میگه حالا که اونای دیگه رو به اورشلیمن، من میرم یه جای دیگه دعوا میشه. همه اینا سن نار به درد هیچ ملتی نمیخوره، به جز اینی که با کلاهبرداری توانستن ملت ایران رو که بنیانگذار شدن بعد از شکستشون، این مصیبت رو کلشون بگیرن و بدون به خاطر عربهای اشغالگر هر کجا شمشیر بکشن و در رکاب اینها بجنگن و اسلام رو به اسپانیا هم ببرن، باید گرفتار این گونه فرهنگ پشمالو، پشم کثیف، نجس که زیرش معلوم نیست چی هست. و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب. ما جعلنا یعنی قرار ندادیم، جعل یعنی جعل یعنی قرار دادن، ما جعلنا یعنی قرار ندادیم القبلة التي كنت عليها، ما اون قبله رو که تو روبش وای میسادی قرارش ندادیم، یعنی قبلش نکردیم برات. الا لنعلم من یتبع الرسول، مگر اینکه بدونیم کیا پیرو این رسول میشن. حالا تغییر داده، میگم بابا هزارا سال که اینور بوده، این اومده میگه اونوری بریم، اینوری بخونیم، اونا اونوری میخوندن ما اینوری. میگه ما میخواییم طرفدارای تو رو بدونیم کیا. فقط برای اینکه بدونه طرفداراش کیان قبله عوض میکنه. این مسئله فقط مسئله همون درگیری ها و گرفتاری های یک دوره بوده که اینها این عین حرفه. الا مگر اینکه لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، چه کسی این آقای رسول رو متابعت میکنه، پیروی میکنه، چه کسی به پشت سرش برمیگرده، یعنی ادیان گذشته. و ان کانت لکبیرتن الا علی الذین هدى الله، و این گناهی به حساب نمیاد مگر اونهایی که الا ان کانت لکبیرتن الا علی الذین هدى الله و ما کان الله بسمیع لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. و ما این قبله رو تغییر دادیم، ما جعلنا قبلة التي كانت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه و ان كانت لكبيرة على الذين هدى. در حالی که این گناهی به حساب میشد، حتی میومد تغییر قبله برای اونها که هدایت شدن. و ما کنه، ولی ما کنه لیضیع ایمانکم، ولی در این حال ایمان شما ضایع نمیشه، هدر نمیره. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. وقتی بهش گفت قبله رو چرا عوض کردی، گفتش آقا ما وسطیم، اونا امت اینور اونورن، ما امت وسطیم و عیبی نداره. ما میخوایم ببینیم طرفدارای این آقا چند نفرن. اصلا تمام این گرفتاری ها، اینا اینو میگن، اونو بگو، این اینو میگه، تو اونو بگو، کتاب آسمانی که آمده میگن برای هدایت بشر اینه، که حسنی اینو گفت، حسینی زد تو دهنش، احمدی تقی اومد اینو گفت، نقی کوبید تو مخش. این به چه درد زندگی آدم ها میخوره آخه؟ چرا باید ملت ها بیدار نشن؟ قد نرا تقلب وجهه کف السما. حالا یاروی برگشته خدا رو هم تو آسمون میبینه. قد نرا در حقیقت میبینیم تقلب وجهه کف السما. وجهه کف السما، صورت تو بر میگردونی به طرف آسمان، یعنی دنبال خدا میگرده این محمد توی آسمان، خدا رو در خودش نمیدیده،
خدا رو کنارش نمیدیده، حتما از دیدگاه ملیخولیایی این خدا تو آسمون بوده. قد نرا تقلب وجه کف سما، فلا نولینک قبلتان ترضاها، ما به تو می نمایانیم، راه نمایی می کنیم، قبله ای که راضی بشی. فول وجهک شطر المسجد الحرام، تو پس برگردون صورت تو به سوی مسجد الحرام که این مکه است. یعنی شد یه بوم و دو هوا، یه الله و دو قبله، یه الله و سه امت. اینم اونو قبول داره، اونم میگه اون بوده، اما همه اون چی مرام همدیگه از قبول ندارن، الله هم نمیتونه اینا رو متحد کنه. میگه حالا که تو ناراحتی، پس تو فول وجهک شطر المسجد الحرام، وول یعنی برگردون صورت تو به طرف مسجد الحرام. حالا اونا به طرف اورشلیمن، تو برگردون به طرف مسجد الحرام، مهم نیست. دقیقا الله شد یه بوم و دو هوا، چیزی که حتی در سنت های کوچه خیابانی ملت ها قبولش ندارن. یه اللهی باشه دو تا قبله برای سه تا دینی که خودش اختراع کرده، که البته همش پره علامت پرسش های به اندازه کوه های جهان. و حیثما کنتم تولوا وجوهکم شطرت، همون جایی که بودید روتونو به اونجا برگردونید. و ان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق، اونایی هم که ما بهشون کتاب دادیم میدونن که انه الحق من ربهم، این درسته و از الله خودش، از سوی الله اومده. و ما الله بغافل عما يعملون، این الله غافل از اون کاری که شما میکنید نیست. خب آقا میگه شما این ور برید، صاحبان کتاب های دیگه میفهمن که این برحقه. آخ بابا تو به همونا گفتی آقا این ور برحقه، اومدی حالا که درگیر شدن میگی این شما این ور باشید اونا اون ور. یعنی این الله ضعیف دیوانه ناتوان که فقط و فقط مغز سلمان عاجز شده، اونا بهش میگن آقا این ور قبله است، تو چرا میخوای جدا قبله رو جدا میکنه، مسیر رو جدا میکنه؟ یعنی نمیتونه که حداقل ادیانی رو که ظاهرا میگه کار دست خودشه بتونه اینا رو در یه صف قرار بده، یه قبله شون بکنه. میگه نه شما حالا اونور بخونید، اب نداره اینا اینور بخونن، اونا بعدا میفهمن شما درست میدین. اینا 1400 سال گذشته اونا میفهمن که این قبله چرنده، اونا به طرف خودشون میخونن، اینا هم به طرف خودشون. بعدها هم اونا نفهمیدن که هو الحق من ربهم، زیرا که گفتش که الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون، اونایی که بهشون کتاب داده شده مثل مسیحی و منظورش یهودیه، لا يعلمون خواهند فهمید انه الحق من ربهم، که این قبله‌ای که ما بهت گفتیم نماز بخون حق از طرف الله. و من الله بغافلن، من الله بغافلن اما یعملون، این الله غافل از اون چیزی که شما انجام میدید نیست، میدونه. من از فرزندان این آب و خاک میخوام درست فکر کنید، درست فکر کنید. همه این چرندنامه‌ای که من ناگزیر خوندم برای شما، یه تومون برای فاتی شد، یه چارقد واسه سوقی شد، چه میدونم یه سوزن واسه دخی شد، یه لنگ کفش واسه چه میدونم عسقری شد، یه پیرهن پاره پوره واسه اکبری شد، ما به زبان خودشون اسما رو میگیم، یه چه میدونم زهر مار واسه یک مریض شد. آقا من یه هفته است دارم این مادگاب رو میخونم، براتون اومدم تا این همه جاهای حساس، نزدیک 140-145 بند قانون این کتاب رو خوندم، به درد سگ هم نمیخوره تا چرسه به درد انسان. چرا باید ملت ایران با اون فرهنگ درخشانش، با اون گاتهاش، با اون شاهنامش خودش رو آلوده این چنین ننگی بکنه؟
بعد هم میگه ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک. ولئن و اگر اتیت یعنی بدهی الذین اوتوا الکتاب به کسانی که کتاب دارن مثل همون یهود و مسیحی بكل آیه اگر هر آیه و علامت و چیزی هم نشونشون بدی ما تبعوا قبلتک قبله تو رو قبول نمی کنن. ای بابا تو اونجا گفتی که اونها الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انه الحق من ربهم اگر می دونستن که این بر حق از طرف خداشون پس چرا زیرش پوری میگی که اگه هر چی بهشون بدی قبله تو رو قبول نمی کنن. ما کلافه شدیم از جنونی که این الله داره و از حماقتی که گویندش داره. آقایون در بند پیش میگه در 135 میگه که 145 میگه الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انه الحق ما این قبله رو به تو دادیم این صاحبان کتاب مسیح یهودیا لا یعلمون یعنی خواهند دانست انه الحق من ربهم حق من ربهم که این قبله بر حق از طرف اللهشون و ما الله به غافلن اما یعملون و الله هم از اون کاری که اونا میکنن غافل نیست. بلا فاصله که میگه اونها خواهند فهمید که این بر حقه بلا فاصله میگه ولن لئن اتیت الذین اوتوا الکتاب همون اوتوا الکتاب رو میگه یعنی مسیحی یهودیا رو به کل آیه ما تبعوا قبلتک هر آیه نشانه دلیلی هم بیاری قبله تو رو قبول نمیکنن. چه جوری اونجا یعلمون انه الحق من ربهم میدونن حق از سوی الله و چگونه میشه که قبولش هم نمیکنن. و ما انت بتابع قبلتهم تو تابع قبله اونا نباش. ببینین این الله چقدر احمقه برای اونها اومده یه قبله درست کرده دو گروه دو قبله درست کرده بعد ببینین میگه تو تابع اونا نباش. الله نیست اون مرتکه پدر سوخته سلمان اربابشه که در مسائل حزبی گروهی و جنگ های حرفی فکری گیر افتاده. به همین خاطر میبینید که چرند داره میگه و ما بعضهم به تابع قبلت بعض و بعضی هم خب اینجوریه یه عده تابع قبله اون یکی ها نمیشن یعنی و ما بعضهم به تابع قبلت بعض و ما بعضهم به تابع قبلت بعض بعضی ها تابع قبله دیگران نمیشن. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انک اذن من الظالمین و اگر تو حالا خواسته اونها رو تابع اونها بشی بعد ما جاءك من العلم بعد از اینکه ما به تو حرف رو زدیم آگاهت کردیم انک اذن لمن الظالمین بنابراین تو آدم ظالمی خواهی بود. حالا چرا؟ میگه به خودت ستم میکنی اگه تو تابع اونها بشی پوستتو میکنن دیگه. اونا آمدن گفتن قبله اینه ما گفتیم نه آقا الله ما گفته قبله اینه. حالا اگر تو شکست بخوری و تابع اونها بشی انک اذن لمن الظالمین تو اون وقت ستمگر میشی. منظور ستمگر به کیه؟ اگه بگی آقا این قبله است که به کسی ستم نمیکنه لمن الظالمین یعنی به خودت خودتو شکست میدی. این چرندیات و این اراجیف رو ما بایستی بذاریم بریم سر گور مرده بخونیم. آقا مگه نه این که میگفتن قرآن رو ختم میکنیم بالای سر مرده یا به خاطر مرده؟ و این چرندیات چیه که کسی ختمش بکنه بخونتش اصلا برای مرده؟ بله و این فریقا منهم لا یکتمون الحق و هم یعلمون گروه های از اونها حق رو پوزش میخوام یه بند افتاد الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم کسانی که بهشون کتاب دادیم اون کتاب رو اونجوری میشناسن که بچه های خودشونو تا به اون حد میشناسن که کسی بچه خودشو میشناسه. اما در این حال میگه و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون اما گروه هایشون حق رو میپوشونن و خودشون هم میدونن. آخه چجوری میشه که اینا کتاب رو دونسته باشن اما یعرفونه مثل ابناهشون مثل اولادشون این کتاب رو بدونن اما لاپوشی بکنن و قبولش نکنن.
خب ما تا اینجا رو امروز گفتیم. بله بعد هم میگه و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، گروه هایشون حق رو میپوشونن در حال که میدونن الحق من ربک، میدونن که حق و از طرف الله توه. فلا تکونن من الممترین، از سرپیچان نباشی. تا اینجا گفتیم و باز دوباره بر میگردیم، یک دو بند قبل از او رو فردا بیان میکنیم و ادامه میدیم که این همه مصیبت رو ما باید، این همه چرندیات رو به نام سخنی از سوی آفریننده پذیرا باشیم. حالا میریم چند بند هم از گاته ها برای شما میخونیم. چه بکنیم؟ نمیدونم آیا دیشب این بخشا رو خوندم یا نه. بله تا اینجا آمدیم که بند چهار از اهنودگات هات 28. در پرتو اندیشه پاک روانم را به سوی فردوس رهبری خواهم کرد و با آگاهی از پاداشی که خدای هستی بخش دانا برای کارهای نیک مقرر فرموده است کوشش خواهم کرد تا آنجا که مرا تاب و توان است مردم را بیاموزم که به راستی گرایند و درستی پیش سازند. چی میگه؟ حالا فهمیدیم که سخن درست هم هست برای آموزش مردم. این بند چهار بود. بله ایشون هم با درود فراوان به جناب آقای فولادوند، من از این از این از به اصطلاح یعنی قبل از مثل این که ورود ها قبل از ورود امام این مطالب رو قبل از آمدن خمینی ننگین یعنی گفتن امام می آید با صدای نوح، با تلیسان ابراهیم، با عصای موسی، با هیئت عیسی، با کتاب محمد و دشت سرخ شقایق را می پیماید. دیگر کسی به با گلزاران با با گلزاران باج نمی دهد. دیگر کسی به کسی دروغ نمی گوید. نان بد اومده، شادیشان با یک دیگر عدل و صداقت تقسیم می کنند. صبح بیداری، بهار آزادی لبخند می زند. باید امام بیاید تا من به جای خورشید بر روی کامل نوشته نشده آیا شد آنچه قرار بود بشود. بله امام آمد از اون دشت شقایق سرخ رو که راه انداخت 1.5 میلیون ایرانی حداقل کشته شد. درود بر شما، از دانمارک امیر فرستادیم. بند پنج میگه ای عشا مظهر راستی و پاکی، کی به زیارت تو، کی به دیدارتون نائل خواهم شد. ای وهمن